بساطش خیلی محدوده. یعنی آدم ها در بساط نفس شور می کنن. یعنی شما وقتی یک بدکرداری می خواهید مرتکب بشید یار زیاد پیدا می کنید. اگر یک زنی یک مردی بخواهند وارد عرصه بدی بشوند، حداقل با همدیگر در این عمل بد و نادرست رابطه نفسانی و جفتی نفسانی و آمیزش نفسانی پیدا می کنند. یعنی دو نفس با هم جفت میشن و قوت میگیرن و عقل اینجا جرأت نمیکنه ابراز وجود بکنه. چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. وقتی از تنهایی به ناامیدی رسیدی و تنهایی راه خودت رو نجستی، به دنبال یار خورشیدی میگردی. یار خورشیدی همون نوری است که در این عالم هست، اما ما اون خورشید جهانتاب رو نمییابیم که راه ما را بر ما روشن کند. همونطوری که گفت ظلمت و نور کنار هم حرکت می کنند، ما به قدری مشغول ظلمت هستیم بارقه و شعشعه اون نور رو در نمییابیم. اگر تنها شدیم و احساس تنهایی بر ما فشار آورد و بر ما رنجی وارد کرد، ما از تنهایی رجوع میکنیم به جستجوی یک نجات بخش، یک منجی، یار خورشیدی. یار خورشیدی کسی است که در همین پیرامون ما، در دسترس ما، در نزدیکترین منطقه از ما قرار گرفته است. وقتی توجه ما برانگیخته شد، اون یار خورشیدی شعشعه خودش رو داره. برانگیختگی ما برای پیدا کردن یار خورشیدی، یعنی رهنما، ظلمت شکن، برافرازنده راه سعادت و کمال، درست در دسترس ماست. وقتی ما احساس تنهایی کردیم و احساس کردیم که باید دستی ما را از این وضعیت فلاکتبار و تنگی و تیرگی نجات بده، اون یار خورشیدی یک دفعه شعشعه خودش رو متوجه ما میکنه. یعنی اون نیاز ما میشه قابلیت. هرگاه قابلیت پیدا شد، فاعلیت جاری و ساری هست. فاعلیت را ما تحریک نمی کنیم، فاعلیت جاریه. قابلیت وقتی پیدا شد، فاعلیت و قابلیت انطباق پیدا می کنند. یعنی شما خورشید روشن نمی کنید، چشم بینا باز می کنید، خورشید خودش روشن هست. یک نابینایی را شما بینا می کنید، نمی دید برات خورشید روشن کنید که خورشید روشن هست. فقط قابلیت بینایی او را مورد توجه قرار می دید، ترمیم می کنید ضعف و علل و نقص او را. یعنی او قابلیتش جریان پیدا می کنه، فاعلیت رو در می یابه، رابطه با فاعلیت پیدا می کنه. لذا رحمت الهی و جریان‌های موافق در عالم به عنوان فاعلیت متسریه. یعنی خیر فاعلیت متسریه، مثل نسیم، مثل باران. اگر شما اگر درخت خشکید، یک دفعه تر بشید، اون باران شما را سبز می‌کند، آن نسیم شما را می‌شکفاند. اما تا چندی که این درخت خشک است و قابلیت ندارد، اون نسیم میوزد و باران هم میبارد، اما این درخت هرگز در مقابل نسیم نمیشکفد و در مقابل باران سبز نمیشود. باران و ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از برگ بید بر نخورد. اگر از شاخ بید بر نخواهید خورد. اگر ابر باران زندگی بباره، روح بباره، حیات بباره ازش، از اون چیزی نخواهید خورد، چون اون قابلیت ثمردهی نداره. لذا وقتی انسان شورا میکنه، در شورا یه قابلیتی شکل میگیره که فاعلیت ها رو درک میکنه. خداوند به مثابه یک فاعلیت متسری و جاری است. خداوند یک فاعلیت متسریه. خدا یک وجودی نیست در یه جایی نشسته باشه، شما صداش بکنی
او هم یه دفعه صدای شما رو بشنوه، بعد بخواد برای شما جواب بده، بین سوال شما و شنیدن خدا فاصله ای باشه. اینطور نیست. خداوند یعنی روح موافق عالم و روح سیال و خیری که در این جهان تسری داره. هرگاه شما خودتون رو در معرض این جریان نسیم رحمت قرار دادید و وجودتون تبدیل شد به یک قابلیت یا نقش قابلیتی خودش رو ابراز کرد، اون نسیم و اون باران و اون رحمت و اون آفرینش شما را می شکوفاند. هرگاه شما احساس افسردگی در زندگی می کنید، معلومه که شأن مختزی حیات خودتون رو ایفا نمی کنید. هرگاه احساس دلتنگی، ناامیدی، یأس، افسردگی به شما دست میده، معلومه که خودتون رو در معرض نسیم و موافقی که در عالم میوزد قرار ندارید. آن نسیم، نسیم امیدواری است، نسیم خیر و لطف و شادابی و نشاط و خلاقیت در وجود شماست. خودتون رو تر کنید، کج باشید ولی تر باشید، راست نباشید و خشک. بعضی ها راستند و خشک، اما تر بودن و کج بودن بهتر از راست بودن و خوش بودنه. در یک باغ تصور کنید یک درختی رو که میوه میده، شکوفه میده، سرسبزه، اما کجه. کجه. شما این درخت کج رو که در باغ میوه میده، شکوفه و برگ میده، پرتراوته، گل میده، اینو میکنید بیندازید دور. بعد اون درختی که خشکه سرکشیده به آسمان، بلند شده تا آسمان، خشکه، نه برگ میده، نه بار میده، هیچی. بعد شما اون درخت راست را که کجم نیست ولی خشکی میبرید. هر کجا بینم درخت تلخ خشک، میببرم تا رهد از پشک مشک. خشک گوید باغبان را کیفتا، مرمرا چه میبری سر بی خطا. خوش گوید باغبان را کیفتا، مرمرا چه میبری سر بی خطا. چرا بی گناه سر منو میبری؟ درخت خوش میگه. باغبان گوید خموش ای زشت خو. زشت خویی میدونی چیه؟ زشت خویی این است که در باغ یک درخت خشک باشه، این بد اخلاقش. بد خویی اینه، باغی که باید از اونجا ثمر بچینی، باغی که باید میوه بده، پرتراوت باشه، نسیم خوش از آن به مشام برسه، یک پدیده ای اونجا خشک خودشو نشان بده و نمای باغ را زشت بکنه و پدیده های سرسبز این باغ را تهدید بکند به آفت. چون درخت خوش آفت تولید میکنه، کرم تولید میکنه، خشک مشک به تعبیر مولانا. خوش گوید باغبان را کیفتا، مرمرا چی میبری سر بی خطا. من چه گناهی کردم که داری منو میبری؟ باغبان گوید خموش ای زشت خو، بس نباشد خشکی تو جرم تو. جرمی از این بالاتر که در باغی که اصلا به خاطر سرسبزی باغ نهاده شده، نام نهاده شده، تو خشکی؟ خشک گوید راستم من، کجنیم. این مغلطه راستانه، همیشه راستان خشک این مغلطه کثیف رو به کار میگیرن. خشکن و در باغ نشستن، میگن که حق با راستیه، حق با کجی نیست. خشک گوید راستم من، کج نیم، تو چرا بی جور میبری پیم. من که کج نیستم، من که راستم، چه گناهی دارم سر منو میبری؟ باغبان گوید اگر مسعودی کاش که کج بودی و تر بودی. باغبان میگه که اگر شأن حضور در باغ را می طلبی، کج باش و تر باش، راست نباش و خوش، کج باش و تر باش. و چه بسا که درخت میوه باغ کج باشد، ثمرش دست رستر و حضورش حکیمانه تر باشه، محضرش پرفیض تر باشه.
خاشاک او را پاک دار. نفس با نفس دیگر خندان شود. بر این اساس مولانا جفتی عقلها و جفتی نفسها و آثار متردد بر این آمیزش نفوس و آمیزش عقول رو در ابیات مختلف بیان میکنه. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. بر این اساس برید یار خدایی بجوید، یعنی حس جستجو براتون پیش بیاد. فنی نجوید، ضروری بجوید، یعنی از سر تفنن دنبال یار نگردید. بعضی ها وقتی دنبال یار میگردن متفننانه است، مثلا میخوان یاری برای خودشون، معشوق پیدا کنن. به عنوان مثال میگن که خب من اول باید خانه داشته باشم، باید شغل داشته باشم، درآمد داشته باشم، آسایش داشته باشم، پسنداز آینده داشته باشم، امنیت داشته باشم تا زن بگیرم. به اون زنی که با چنین افکاری به اون خانه بیاد، جز برای یک وزر گران و منت شدید سرفروز نیاورده است. که یک نفر عمری میتواند بگوید که من زحمت کشیدم این خونه رو درست کردم که تو رو بیارم اینجا، زحمت کشیدم مشغلهی برای خودم دستپا کردم که به تو نون بدم، زحمت کشیدم برحال دفع ناامنی کردم، فضای امنی ایجاد کردم برای تو. یعنی یک نفر میری یک بار گرانی را بر رقبه خودش میگیری، یک عمری باید این بار رو بکش. این طور نیست. میگه وقتی یار میجویید یارجو باشید، یعنی جستجو تدبیر شما را از دست بگیره، تدبیرهای شما در جستجو گم بشه. وقتی به شما بگن که چه کاری، بگن بگید ما طالبیم. نامت چیست؟ طالب. پدرت چیست؟ طالب. فرزندت چیست؟ طالب. هویتت چیست؟ طلب. همونطوری که مولانا میگه فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرح. مادرم بخت و دست و پدرم جود و کرم، فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرح. من شادی پدر فرزند شادی پدر بزرگم شادی پدر جدم و تمام اجدادم شادمانی هم. مادر من هم جود است، پدرم هم کرم است، یعنی تمام سلسله من شادمانی هم. شما وقتی جستجو میکنید چیزی جز جویایی در شما نباشه. این اولین گام عرفانه ها، تازه اولین گامش، اولین گامش اراده است. اراده یعنی خاص. خواست هر کس فرق میکنه. یک نفر با یک انگشتونه آب سیر میشه و گاهی با یک انگشتونه آب مست میشه، مثل بایزید بسطامی. وقتی که یک انگشتونه شراب معرفت بهش داده، گفت که سبحانی ما اعظم شأنی، گفت من منزهم، چقدر شأنم بزرگ است. اما پیامبر با اون منزلت بلند همیشه میگفت ما عرفنا که حق معرفته، یعنی هنوز تشنم، هنوز آتش دارم، یعنی هنوز ظرفیت دارم، بده بنوشم. من جگر تفتیده‌ای دارم که معرفت میطلبم. اما بایزید مست شده شرح میگه و سخنان مستانه بر زبان میاره، میگه سبحانی ما اعظم شأن، چقدر من بزرگم و منزهم و شأن بلندی دارم. اما محمد میگوید که من تو رو نشناختم. ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. حق پرستش تو را به جای نیاوردیم و حق معرفت تو را به جای نیاوردیم، نشناختیم، یعنی تشنه. بنابراین طلب به اونجایی برسه که شما همه چیز را بنوشید. ببینید ما الان طلبمون کمه. شما وقتی یه ذره گرسنه‌تون باشه